درود بر شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های تصویر پارسه، امیدوارم حالتون خوب باشه، سر حال باشید. امروز با برنامه دیگر در خدمتتون هستیم. درباره سرنوشت یک زن بازیگر صحبت می‌کنیم که سرنوشت بسیار فجیحی در بعد از ورود آخوندها به کشور براش رقم زده شد و در اصل به اعدام محکوم شد توسط گیلانی و سرنوشت سختی داشت که براتون میگم. کسی این رو فکر نکنم تا حالا گفته باشه. درباره این هنرپیشه زن و یک هنرپیشه مرد که با او هم بازی بود در همون فیلمی که بعدها برای زن مسئله ساز شد و اون رو حتی به اعدام محکوم کردند، درباره این دو هنرپیشه اون فیلم صحبت میکنیم که در سینمای ایران قبل از شورش 57 بازیگر بودند. هر دو در فیلمهای بسیاری ایفای نقش کردند و خوش درخشیدند. هر دو در فیلمهای سکسی و عشقی هم بازی نمودند. اما بعد از سال 57 که رژیم آخوندی به ایران آمد و مردم پیروزی آخوندها رو جشن گرفتند و حکومت مظلوم سلطنتی تغییر پیدا کرد و زنان در سینما ممنوع‌کار شدند. حالا اینجا ما بحثمون سینماست. در همه رشته ها مسئله زنان به بن‌بست رسید. چون درباره این فیلم و این ماجرا صحبت می‌کنیم، فقط در این مورد من میگم. و برخی مردان هم، مردان بازیگر و کارگردان هم به همین بلای خانمانسوز گرفتار شدند. اما در این بین تفاوت‌هایی بین زنان هنرپیشه و مردان هنرپیشه یا کارگردان‌ها به وقوع پیوست. حالا به تفصیل عنوان کردن این مسائل در این برنامه نمی‌گنجد، اما در یک فیلم که هر دوی این بازیگران زن و مرد بازی می‌کردند و یکی به دلیل اینکه در فیلم دیگری در یک فیلم دهاتی بازی کرده بود و فیلم قبل از انقلاب آنچنان فروشی نکرد، ولی در نظر روشنفکران جز فیلم‌های خوب بود و خمینی بعد از ورودش به ایران از اون فیلم خوشش اومد و لذت برده بود و اون هنرپیشه مردی که در اون فیلم نقش اصلی داشت در سینما از کار بر کنار نشد که هیچ، بلکه ارج و قرب فراوانی پیدا کرد و کلی سریال بازی کرد، کلی فیلم بازی کرد، ازش مجسمه ای در حکومت اسلامی ساختن، جایزه ها در بسیاری از فیلم های بعد از انقلاب نصیبش گشت و تا آخرین لحظه زندگی با دارایی مکوی و عزت و احترام و به حیات خودش ادامه داد تا لحظه‌ای که فوت کرد. و جسد اون هنرپیشه رو هم در قطعه هنرمندان دفن کردند. اما بازیگر همبازی اون فیلم که بازی کرده بود، اون زن هنرپیشه، حالا اسم این بازیگران رو و این فیلم رو اینجا براتون میگم. اسم فیلم بود قیامت عشق و کارگردان فیلم هم هوشنگ حسامی بود که هوشنگ حسامی در اصل منتقد سینما بود، ولی کار تئاتر و ترجمه و کارگردانی سینما هم یکی دو تا کار کرد. یکیش همین قیامت عشق بود که صحنه‌های واقعی رو در فیلم نشون داده بود. البته کارگردان فیلم آنطور که هنرپیشه زن مورد خشم و غضب واقع شد، کارگردان به اون شکل باهاش درگیر نشدن و مورد لطف آخوندها نبود، اما مجازات سختی رو در بر نگرفت. اما بازیگر زن فرشته جنابی بود که بعد از انقلاب دادگاه گیلانی به اعدام محکوم کرد، بخصوص به خاطر همین فیلم که فیلمو بازبینی کرده بودند و اون صحنه‌های عشقی و سکسی رو دیده بودند، گفته بودند باید این به اعدام محکوم بشه. در حالی که هر دو بازیگر، مرد که عزت الله انتظامی بود، فرشته جنابی بود و هر جهت هر دو مساوی در این فیلم بازی کرده بودند، فرقی از نظر مجازات نباید داشته باشه. اما زن رو اعدام و مرد رو به خاطر علاقه خمینی به بازی فیلمش به نام گاو
و کارگردانش هم کارگردان آنچنان معروفی در قبل از انقلاب نبوده. بعد از انقلاب به خاطر همون فیلم داروش مهرجویی کلی بهش بها دادند و مورد التاف خمینی و یارانش قرار گرفت. به هر حال فرشته جنابی از ترس فراری شد و خودش رو پنهون کرد که اعدامش نکنند و نتونستند اون رو پیدا کنند، در حالی که خارج از کشور هم نرفت، در داخل ایران زندگی سختی رو در خفا دنبال کرد و بعد از فوت در بهشت زهرا در قطعه 202 ردیف 100 شماره 16 اون رو دفن کردند. اما مرد هنرپیشه عزت الله انتظامی که به هر حال معرف حضور همه بینندگان و شنوندگان هست، در رفاه و آسایش با مال و منال کافی به بهبه و چهچه در بین مردم زندگی کرد و اسم آقای بازیگر رو هم بر او نهادند و در هر مجلسی در صدر مجلس می نشست و هم صنفان او هم او را قدیس می دانستند و در جشنواره‌ها جایزه می گرفت و مورد احترام و ارزش قرار می گرفت. حالا صحنه‌های از فیلم رو ببینید. اینجا مسئله این نیست که در این فیلم بازی کردند. بازی عزت الله انتظامی هم خیلی خوب بود در اون، بازی فرشته جنابی هم خوب بود. چراش اینه، چرا باید این همه ظلم بر زنان و حتی مردان، برخی مردان اتفاق بیفته و مردم طاقت بیارند و هیچی هم نمیگن؟ حالا این در بخش سینماست که من یک نفر از بازیگران و شهرحال اون رو گفتم. صدها بازیگر زن، مرد در سینما، تلویزیون، تئاتر، موسیقی توسط آخوندها از زندگی ساقط شدند. برخی در وطن نتونستند بمونند، از زندگی در وطنشون محروم شدند و برجسته‌های هنرمندی که در غربت پیر شدند مثل بهروز وثوقی و بسیاری دیگر. حالا من یک نفر به نام زندیات فرشته جنابی رو که واقعاً برش بهش جفا شد، بسیار اذیت شد، کسی که مخفی و در خفا زندگی کرد تا اعدام نشه و زندگی تلخی رو 100% گذرونده و من این رو طبق یک نوشته‌ای که باقی مانده بود و خوندم این مطلب رو براتون گفتم. کسان زیادی بودند، فروزان، بهروز وثوقی، منوچهر وثوق، کلن همه زنان و مردان سینما و تلویزیون و آوازخانی که در قبل از انقلاب و حتی رقصنده های زن و مرد دیگر جایی در وطن نداشتند و این حکومت ضد مردمی و فاشیستی باعث این همه ظلم شده به ایران و مردم ایران. الان هم که میبینید شلوغی ها بسیار زیاد شده، دیگر مردم طاقت ندارند از نظر اقتصادی و مسائل اجتماعی، توان ندارند که این حکومت ادامه بده، ولی با زور، اسلحه، تفنگ یک سری مزدور دارند که اونها رو نگه داشتند. این ماجراها رو
من میگویم، تعریف میکنم ماجرای زندگیشونو که بدانید باید مردم اقدامی بکنند و این ظلم هایی که داره میشه و در قبل شده برای همه افراد، زن، مرد، هنرپیشه، غیر هنرپیشه، مردم عادی، کسانی که سیاسی کار هستند، استادان دانشگاه، دانشجویان، هر قشری رو شما نگاه کنید مشکل داره. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، بازاریا و کسبه بازار به جمع تظاهر کنندگان پیوستند. امیدوارم از این برنامه خوشتون اومد باشه. اگه دوست داشتی شیر کنید، لایک کنید و کامنت بذارید تا دیگران هم از این ماجراها با خبر بشند. خیلی ها اینها رو نمیدونند. با سپاس از مهر شما.